سلام به شما بینندگان عزیز. کیوان جاوید هستم و شما بیننده برنامه میزگرد در تلویزیون کانال جدید هستید. اخیراً دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری قطعنامه ای رو با این مضمون تصویب کرده: مبانی سیاست حزب برای تأمین رهبری انقلاب و کسب قدرت سیاسی. در این میزگرد ما حمید تقوایی، مصطفی صابر و اصغر کریمی شرکت می کنند. در بند اول برنامه اومده که مصائب همه وضعیتی که در دنیا وجود داره سرمایداریه و طبقه ای که میتونه سرمایداری رو از بین ببره طبقه کارگره و این طبقه میتونه به نمایندگی از 99% ها یا بخش عظیم جامعه میتونه با کاپیتالیسم مبارزه بکنه برای از بین بردنش و تازه از طریق حزب سیاسی خودش. در همین رابطه با مهمانانمون گفتگو میکنیم. خوش اومدید حمید تقوایی، مصطفی صابر و اصغر کریمی به برنامه میزگرد. خیلی ممنون. حمید تقوایی، از شما شروع میکنم. در بند اول برنامه مطرح شده که کاپیتالیزم در این دوره همه مصائب و بدبختی های دنیا رو نمایندگی میکنه و طبقه کارگر از طرف جامعه این وظیفه داره مبارزه بکنه با کاپیتالیسم و همچنین از طریق حزب سیاسی خودش. اهمیت این بند چیه و چرا در سر در این قطعنامه اومده؟ بفرمایید. این بند چند نکته که شما گفتید در بند یک در واقع اون چارچوب اصلی و ستون فقرات این قطعنامه رو میسازه. این نکات اینها هست: اول اینکه سرمایه‌داری ریشه و علت همه مصائب دنیای ماست، مصائب همه مردم، و این خب این حکم نسبتا جدیده. مثلا 50 سال پیش یا تا زمانی که جوامی بودن که هنوز نظام های ماقبل سرمایداری فودالی نیمه فودالی درش بود، این حکم صادق نبود. خیلی از مسائل بود که ریشهش اون نظام های ماقبل سرمایداری بودن. امروز دیگه اینطور نیست. امروز از استثمار و بیحقوقی کارگر بگیرید همه جای دنیا، ریاضت کشی اقتصادی و وضعیت معیشتی زیر خط فقر مثلا الان در ایران اکثریت مردم، تا سلطه مذهب، تا بیوقی زن، تا تخریب محیط زیست، همه مسائلی که در ایران و دنیا هست ریشه سرمایه داریه. این یک حکمی هست که به ظاهر یک حکم اقتصاد سیاسی به خاطر سلطه سرمایه اینطور هست، ولی نتایج و تأثیرات وسیع سیاسی اجتماعی داره. اولین نکته این هست که اگر اینطوره، پس اون طبقه‌ای که ضد سرمایه است بعدا به موجودیت اجتماعی شده، این طبقه کارگر میتونه رهبر کل جامعه باشه. از نظر واقعی یعنی اینطوره، اون میتونه جوابگوی مسئله زن، مسئله مذهب، مسئله فقر، مسئله استثمار، مسئله بیحقوقی ها، مسئله سرکوب، طبقه کارگر میتونه جواب بده. و حکم دومش این است که بسیاری از مردم دیگه فقط کارگران نیستن که از این وضع ناراضی هن. بخش عظیمی از مردم در همه جوامع و از جمله به خصوص ایران از این وضعیت به سطوح اومدن و میخوان تغییرات اساسی ایجاد کنن، و بنابراین به طور عینی اون اکثریت عظیمی که همیشه مارکسیستا و کمونیستا میگفتن باید به عنوان رهبر اونها به میدون بیایم، به طور عینی و واقعی نیازمند این رهبری، حل مسائلشون در گروه به پیروزی رسیدن مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری و خلأ سیاسی و اقتصادی از سرمایه‌داری هست. بنابراین از نظر عینی و شرایط واقعی اجتماعی و سیاسی، شرایط برای تأمین رهبری طبقه کارگر در رأس اکثریت عظیم مردمی که در استثمار سرمایه‌داری هیچ منفعتی ندارن فراهمه، و این اون زمینه رو ایجاد میکنه که حزب طبقه کارگر بتونه این رهبری رو تأمین کنه. نکته بعدی همین حزب هست، چون میدیم دیدگاه های هم هست که وقتی از رهبری طبقاتی یا نقش طبقه کارگر صحبت میکنه قضیه رو خیلی مکانیکی و کاملا به اشتباه به خود آحاد طبقه کارگر موکول میکنه، گویا کارگران خودشون باید بیان از کارخونه بلند بشن و قدرت سیاسی رو بگیرن. سیاست تحزب این وسط حذف میشه، در حالی که حقیقت این هست که طبقه کارگر برای اینکه در مبارزه سیاسی شرکت کنه و این نقشی که گفتم یعنی رهبری جامعه رو به دست بیاره، نیازمند حزب طبقاتی خودش هست که این سیاست رو در دست بذاره و این رهبری و پیروزی از طریق
حزبش انجام میشه. اینا نکات مهمی است که در بند یک گفته شد. در ادامه، در واقع در مقدمه، محتمل ترین راه برای پیروزی طبقه کارگر یا انقلاب در ایران شرایط انقلابیه که در ایران وجود داره، یا شرایط محتمل ترین راه میتونه این باشه. اولا مصطفی صابر، میخوام از شما بپرسم ویژگی های جامعه ایران امروز چیه؟ چطور میشه جامعه ایران امروز توصیف کرد؟ بفرمایید. خب جامعه ایران امروز دچار بحران شدیدیه، بحران جمهوری اسلامی. یک رژیمی هست که از همون اولش دچار بحران بود و الان هم این بحران به حادترین شکل خودش رسیده. این بحران هم اقتصادیه، هم سیاسیه، هم فرهنگیه. این از لحاظ اقتصادی هیچ راه حلی ندارن و فقر و بدبختی و فلاکت رو فقط جامعه میپاشونن. از لحاظ سیاسی یک رژیم ایدئولوژیک و اسلام سیاسیه و سیاست هایی داره که واقعا مال عهد بوغه و به درد جامعه امروز نمیخوره. از لحاظ فرهنگی ما هر روز داریم میبینیم که چطور مردم فرهنگ دیگه ای دارن و فرهنگ جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن و به لرزه در میارن پایه های این حکومت رو. این حکومت یه وسیله نچسبی است که تحت شرایط معینی که حالا خارج از این بحث ما قرار میگیره، بورژوازی مجبور شد بهش تن بده توی ایران و الان هم هنوز مجبور تن بده و هنوز هم داره ازش حمایت میکنه. میگه با همین و همین ترامپ همین چند روز پیش گفت که میتونه با همین حکومت خیلی هم خوب کار بکنه اینا. ولی این یه رژیم سرتاپا بحران زده و ورشکسته است و مردم ایران خواهانش نیستن، میخوان از بینش ببرن و پایینش بکشن. یه جنبش سرنگونی عظیم هست توی اعتصابات کارگری، معلمات، توی مبارزه زنا، مبارزه برای بهبود محیط زیست، مبارزه همه عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مبارزه و تلاش هست واسه اینکه این جمهوری اسلامی را از سر راه جامعه بردارن. این خلاصه اوضاع سیاسی ایران هست که قطعنامه این رو فرض میگیره، ولی یه فرض دیگه هم قطعنامه داره و این مهمه. اون هم اینه که میگه تو این اوضاع احوال به اصطلاح محدود ترین شرایط واسه اینکه کمونیست‌ها بیان و اوضاع رو کاملا عوض کنن، زیر رو یک دنیای بهتری، جهان بهتری، زندگی بهتری، زندگی انسانی واسه همه فراهم کنن، بهترین و محدودترین حالت انقلاب هست. و الان هم میبینیم اوضاع احوال ایران بیشتر از هر چیزی به نظر میرسه به اون سمت میره. ممنون. اصغر کریمی، چرا شرایط فعلی ایران ملزم کرده حزب کمونیست کارگری رو یک قطعنامه جدید در این رابطه بده و با این مشخصات؟ مشکلی داره، کمبودی داره، حزب میخواد بخط کنه، جامعه رو میخواد بخط کنه، موضوع چیه؟ بفرمایید. خب طبعا حزب مدام قطعنامه هایی میده و سیاستی خودش رو اعلام میکنه و سعی میکنه به پیشروها، به فعالین جهت بده، خط بده، خط معینی رو در جامعه و به ویژه در میان فعالین اجتماعی، فعالین سیاسی تحکیم بکنه و اتحادی رو حول این خط به وجود بیاره. خب شرایط جامعه که عوض میشه، طبعا دوباره باید این قطعنامه ها رو به روز کرد، دوباره باید فاکتورهای جدید، دلایل به اصطلاح زمینه های فعلی رو تو این قطعنامه ها آورد و توضیح داد. تو جامعه ایران هم تو یک سال نیم گذشته به ویژه اتفاقات خیلی مهمی افتاده از دی ماه 96 به این ور، که شامل خیزش مردم بودیم، شامل به میدان اومدن دختران خیابان انقلاب بودیم، اعتصابات سراسری بودیم، اعتصابات بزرگی بودیم. خب جامعه تغییرات زیادی کرده و جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت منگنه گذاشته و تحت فشار گذاشته. توی همچین شرایط خب حزب میاد دوباره یک بار دیگه میگه که اوضاع به چه شکله، فاکتورهای اساسی توی این دوره چیه، و در این حال کمونیسم خودش رو، راه رسیدن به قدرت رو توسط طبقه کارگر و حزبش ترسیم میکنه با جنبش های دیگه که وجود داره، مرزبندی میکنه، میگه چرا جنبش های دیگه، جنبش های طبقه حاکم، جنبش های ناسیونالیستی و نمیدونم ملی اسلامی و غیره و غیره نمیتونن معضلات اساسی جامعه رو حل بکنن، نمیتونن نماینده کارگر، نماینده زنا، نماینده بخش عظیم در واقع جامعه باشن واسه این تحولات، و چرا کمونیسم و چرا این حزب میتونه این به اصطلاح تحولات رو نمایندگی کنه، اکثریت جامعه رو نمایندگی کنه و راه رسیدن به قدرت توسط طبقه کارگر و حزبش و در واقع اداره شورای جامعه چیه. این فاکتورها در جامعه ایران
تو مبارزات مردم وسیعاً طرح شده. جامعه ایران امروز در نقطه ای نیست که یک سال پیش، دو سال پیش یا چهار سال پیش. جامعه به شدت جلو اومده، مبارزاتش جلو اومده. قبلا شاهد اعتصابات سراسری طولانی مدت نبودیم، در یک دو سال گذشته شاهد این هستیم. اداره شورای جامعه بسیار اجتماعی تر و توده‌ای تر شد. خواستهای مردم خیلی روشنتر تو قطعنامه هاشون، تو اطلاعیه ها و تو سخنرانی های فعالین و غیره و غیره داره میاد و میبینیم جامعه چجوری خیز برداشته، چجوری جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته. تو این شرایط طبیعیه که حزب سیاسی نمیتونه به حرفای فقط 20 سال پیش و قطعنامه و مواضع 20 سال پیشش اکتفا کنه، میاد شرایط جدید رو توضیح میده، فاکتورهای جدید رو توضیح میده و راه به اصطلاح خط میده، جهت میذاره، به اصطلاح راه میذاره پیش پای فعالین و جامعه که امروز چه فاکتورهای اساسی وجود داره و چجور باید متحد شد حول این خط و گامهای بعدی رو برداشت. همین تقوی یه مسئله مهمی که هر حزبی بالاخره فلسفه وجودی داره. فلسفه وجودی حزب کمونیست کارگری چیه؟ بعضی احزاب خب میان میخوان ساختار رو از ریشه عوض کنن، مثل حزب کمونیست کارگری میخواد از ریشه عوض کنه، اینطوری که میگه. بعضی میخوان رفرمی بکنن در سیستم. در ایران دست به ریشه بردن از طرف حزب کمونیست کارگری چی معنی میده؟ بفرمایید. خب این حزب تشکیل شده برای اینکه در ایران انقلاب سوسیالیستی رو سازمان بده، رهبری کنه، به پیروزی برسونه. انقلاب سوسیالیستی یعنی انقلابی که تیشه به ریشه وضع موجود میزنه، یعنی نه تنها نظام جمهوری اسلامی رو کنار میزنه، بلکه اون شرایط اقتصادی، شرایط سلطه به اصطلاح سود و سوداوری، بردگی مزدی بر جامعه که جمهوری اسلامی به عنوان دولت اون نظام الان سر کاره، اون رو از پای متحول میکنه. ما برای به اصطلاح سوسیالیسم امروز مبارزه میکنیم، برای لغو بردگی مزدی، برای لغو استثمار، برای رهایی به معنای واقعی، نه آزادی فقط به معنی حقوقی و سیاسیش، آزادی به معنای اجتماعی اقتصادی، یعنی اینکه بازگرداندن اختیار به انسان، رهایی انسان ها مبارزه میکنیم و این استراتژی و این هدف ماست و مدام رو این بر این مبنا فعالیت کردیم. هر قطعنامه ای، هر پلتفرم عملی، هر سیاستی که در دستور گذاشتیم بر این مبنا است و خوشبختانه امروز میبینیم، همونطور که دوستان دیگه هم اشاره کردن، که جامعه هم داره به این سمت میاد. شما اگر شعارهای مردم رو دقت کنید میبینید که خیلی عمیقه، بس فقط علیه فقر و فلاکت نیست، بلکه علیه این دره عظیم بین فقر و ثروت هم هست. وقتی مردم شعار میدن فلاکت عمومی، حقوقهای نجومی، یا وقتی علیه فساد، علیه دوسالاری شعار میدن، و یا وقتی میان حتی در دفاع از حقوق کودکان، در دفاع از حقوق زنان، در دفاع از حقوق انسانی همه مردم خیلی رادیکال و خیلی شفاف و روشن به خیابون میان اعتراض میکنن، شعار میدن، این یعنی اون افقی که حزب ما در تمام طول فعالیتش براش مبارزه کرده، سعی کرده به شکل بده، فضای سیاسی، گفتمان جامعه رو به اون سمت ببره، تعداد زیادی موفق شده و جامعه الان داره به این سمت میره. شما در اعتصابات نه تنها کارگران، معلمان، بازنشستگان، بلکه در اعتراضات مردم علیه تخریب محیط زیست، در همین اعتراضی که علیه این فاجعه سیل شکل گرفت، در دفاع از حقوق کودک، مبارزه علیه شرایطی که کودکان کار و خیابان ایجاد کرده، در حتی استقبالی که جامعه از هنر مدرن، موزیک مدرن، رقص و شادی میکنه، در همه اینجا، در همه این موارد میبینید که اون سیاست و افقی که حزب براش جنگیده الان داره همه گیر میشه. خب ولی به طور واقعی این هست که این شرایط در ایران با وجود و ادامه سلطه سرمایه‌داری باقی خواهد موند. امکان نداره شما بتونید کوچکترین آزادی و حتی برای مردم به ارمغان بیارید و سرمایه‌داری هنوز سر جاش. خب این مگه حرف همه چپا نیست، باید با ریاضت کشی اقتصادی هم راه باشه. این حقیقت واقعی این دوره هست و همین حقیقت به نظر من حقیقتی است که حزب ما رو به جلو روند. خب مگه این حرف همه چپا، هر که خودش چپ میدونه، همین نیست؟ مصائب جامعه موجود، سرمایه‌داری و دست به ریشه بردن، یعنی مبارزه با کاپیتالیسم یا با سرمایه‌داری. فرق شما چیه؟ شما چرا باید برای این قطعنامه بدین؟ بله، همه سازمان‌های چپ این رو در حرف قبول دارن، ولی در سیاست هم سازمان‌های چپی که علیه سرمایه‌داری هستن، یک بخششون رفتن کنار جمهوری اسلامی، ایستادن، هنوزم هست خط حزب توده اکثریت.
یه بخش دیگرشون میگن ریشه مسائل سرمایه‌داری اینو به این معنا میگیرن که همه مردم باید بیان علیه استثمار مبارزه کنن. مبارزات دیگه ظاهرا به طبقه کارگر متعلق نیست یا دموکراتیکه یا در هر حال اون اهمیت و جایگاه نداره. اینها این گرایشات رو ما میبینیم در عین اینکه همه چپا چون کمونیستن میگن ریشه مسائل سرمایه‌داری، بعضیا میگن الان زوده، سوسیالیسم موقعش نیست، بعضیا میگن که اول ضد آمریکا باید بود بعد رفت سراغ شرایط دیگه مثل حزب توده و اکثریت و غیره، ایده هم میگن که مسائل دموکراتیک زیاد به ما مربوط نیست، مثلا آزادی زن، مبارزه علیه حجاب، مبارزه در دفاع از مثلا حقوق اقلیت‌های مذهبی و غیره، اینا زیاد به کارگر و به سوسیالیسم مربوط نیست. انقلاب سوسیالیستی این معنی می‌بینن که همه جامعه بیاد علیه استثمار بجنگه. این واقعی نیست، این اتفاق نمی‌افته. بله. انقلاب سوسیالیستی انقلابی است که همه جامعه برای مسائل خودش، هر بخش جامعه برای حل مسائل خودش سوسیالیست رو انتخاب کنه. اینطور نیست که انقلاب سوسیالیستی انقلابی است که همه زنان، همه کارمندان، همه زحمتکشان شهری همه میگن زنده باد سوسیالیسم. همه میان آزادی و برابری و رفاه میخوان، زن میخوان مسئله بیحقوقی زن از بین بره، مدافعین حقوق کودک میخوان حقوق کودک برآورده بشه، مخالفین تخریب محیط زیست میخوان محیط زیست حفظ بشه، و اینها میگن برای حل مسئله معین ما حزب کمونیست کارگری رو انتخاب میکنیم. خب. چون جواب ما رو میده. بله. به این معنا میخوام بگم دو متد کاملا مختلف است و کمونیسم نوع ما، کمونیسم که میخواد کمونیسم رو به عنوان رهبر و به عنوان راه حل حقوق و مسائل انسانی و واقعی بخش‌های مختلف جامعه معرفی کنه و اون رو قابل انتخاب کنه از جانب اکثریت عظیم مردم. مصطفی صابر یه بند دوی قطعنامه میگه که انقلاب نه بر سر جدال راست و چپ تعیین تکلیف میشود، بلکه جدال بین مردم با حکومت تعیین میگردد. اصلا اولا این مورد خیلی بحث قرار گرفته، خیلی ها میگن که بالاخره خیلی ها من شنیدم که میگن این کل این بند یا این قطعنامه میخواد به این خدمت بکنه که بگه جدال با راست رو عمده نکنین، حزب کمونیست کارگری نمیخواد دیگه با راست جدال بکنه، و واسه همین این قطعنامه رو به حول این مسئله آورده. نظر شما چیه؟ نه اینطوری نیست. این قطعنامه بیشتر از هر قطعنامه دیگه که تا حالا حزب داره میگه چجور باید به راست برخورد کرد و بندهای مفصلی داره در رابطه با اینکه دو ساعت هم در رابطه با راست بحث داره. یکی اینکه تو ساعت پایه‌ای و ایدئولوژیک و کلن الگوهای راست واسه جامعه که بحث میکنه، از چه میدونم پست مدرنیسم گرفته تا نئولیبرالیسم گرفته تا چه میدونم دموکراسی موزاییکی که الان آلترناتیو اصلیشونه و دارن تو منطقه تبلیغش رو میکنن پیش میبرن، تا این برخوردهای پایه‌ای و بعد برخورد سیاسی که هر جایی که راست در مقابله با جمهوری اسلامی و برای به اصطلاح برداشتن جمهوری اسلامی از سر راه کوتاهی میکنه یا سستی میکنه یا که پره راست میخواد جمهوری اسلامی رو نگه داره. الان صحبت قبلی گفتم ترامپ داره میگه همین جمهوری اسلامی همینجوریش هم خوبه به شرطی که با من مذاکره کنه. کل راست هم چیزی بیشتر از این راستش نمیگه و این بعد راست رو دائما در مبارزه علیه جمهوری اسلامی مورد نقد قرار داد و نشون داد که چجوری میخواد این گوشه جمهوری اسلامی نیرو مسلحش رو میخواد نگه داره، سازمان اطلاعات رو میخواد نگه داره، سیستم رو میخواد نگه داره، حالا فقیه بره مثلا فرض کن پادشاه بیاد یا چیزای شرعی، بیشتر از این نیست. به هر حال این قضیه کاملا علیه راست. منتها این بندی که شما گفتید میگه که وقتی میخواید توی اوضاع انقلاب و شرایط انقلاب میخواید بری انقلاب رو پیروز کنید، این فقط میتونه در مواجهه با نظام حکومت موجود، دولت موجود صورت بگیره. بله، مرسی. و اجازه به تمام کنن جمله رو. و چیز نیست و اینطوری نیست که یهو واسه این کار حالا تقابل این جنبش ها با هم دیگه مسئله اصلیه، تقابل کل مردم، مردمی که تغییر اوضاع رو میخوان و با حکومت. این از قبل کردیم شما اگر نکته رو این دارید و بعدا همین تقوای هر کدومتون میتونین رو این توضیح بدید، بفرمایید از قبل کردیم. به نظر من نکته بسیار مهمیه توی این قطعنامه که در این حال تفاوت ما رو با بخشی از جریان دیگه که خودشون رو چپ کمونیست میدونن
متمایز میکنه. و راستش تو تمام این 30-40 سال حزب کمونیست کارگری خط متفاوتی رو دنبال کرده و خوشبختانه هم بخشی از چپ به تدریج پذیرفته این جهتگیری و این متدی که حزب کمونیست کارگری داره و هم بخش عظیمی از فعالین اجتماعی، اونایی که واقعا تو صحنه دارن، تو صحنه سیاسی ایران در زمینهای مختلف دارن مبارزه میکنن، عملا تو این خط دارن حرکت میکنن. به این معنای قطعنامه، خود این بند و کل این قطعنامه در واقع داره واقعیات این مبارزه رو، واقعیات جالب و شعفنگیزی که امروز تو مبارزات بخشای مختلف مردم وجود داره، داره تئوریزه میکنه، به اصطلاح داره فرموله میکنه. میخوام بگم این قطعنامه هرچند با خیلی از چپ تفاوت داره، ولی با بخش عظیمی از جامعه که داره مبارزه میکنه خیلی همسو است و اونا خودشون رو همسو میدونن. ببینید، میتونه یه نکته رو اشاره بکنم. این قطعنامه روحش اینه که اگر میای تو خیابون و میخوای مردم رو بسیج کنی، میخوای انقلاب کنی، باید نوک تیز حملت متوجه جمهوری اسلامی باشه، شعارهای خیابون باید علیه جمهوری اسلامی باشه، برای سرنگونی حکومت باشه، علیه بیحقوقی زن باشه، علیه بیحقوقی کارگر باشه، علیه فقر و فلاکت و محرومیت باشه که ریشش جمهوری اسلامی. منطقه برای پیشبرد این طبعا همینجور که مصطفی صابر هم توضیح داد، طبعا تفاوت تو با جریانات راست میگی، ناسیونالیسمش میزنی، مذهبش میزنی، یا اونجایی که داره سستی میکنه در مبارزه با جمهوری اسلامی افشاش میکنی و همیشه خط و مرز و جایی میبری که دیگه راست نتونه به چیز کم مردم رو در واقع به تغییرات کمی قانع بکنه و اساس این وضعیت. همین تقوایی، شما نظرتون چیه در رابطه با این؟ من فکر میکنم خب نکاتو گفتن الان رفاقای دیگه و توضیح دادن، من فقط به این اشاره کنم که سطح پایه‌ای‌تر، نه فقط این بند، بندهای دیگه قدنامه، ما میتونیم با دو افق، دو سیاست، دو استراتژی به اوضاع نگاه کنیم. یکی اینه که همونطور که قبلا هم صحبت کردم، فکر میکنه انقلاب و خب اونم میخواد انقلاب سوسیالیستی بشه، انقلاب ضد سرمایه بشه. فکر میکنه این وقتی صورت میگیره که کم کم جامعه سوسیالیست میشه، اکتیویست های جنبش های مختلف میان سوسیالیست میشن، علیه استثمار مبارزه میکنن، در واقع به این معنا میپیوندن به طبقه کارگر که امر طبقه کارگر امر اونا میشه. یعنی زنان، اقلیت های مذهبی، اقلیت های ملی، مدافعین محیط زیست، غیر و غیره، اینها همه میان طرفدار امر طبقه کارگر میشن. این رو من بهش میگم چپ غیر سیاسی یا گروه های ایدئولوژیک فرقی. این اتفاق نمیفته و این یک سرابیه که میتونه چپ اصلا منزوی کنه. برخوردی که ما داریم برعکسه. ما میگیم چپ وقتی میتونه انقلاب سوسیالیستی رو پیروز کنه و به رهبر جامعه تبدیل بشه که مردم راه حل مسائل خودشونو بخش مختلف جامعه در پیروزی این چپ ببینن. یعنی اگر زنها میخوان به آزادی برسن، میخوان این تبعیض فاحش بین زن و مرد از بین بره، لزوما نباید هم سوسیالیست باشن، حتما یه بخششون چپ و سوسیالیست هستن، ولی توده زنانی که میخوان آزاد بشن میخوان از این قوانین قرون وسطایی ضد زن، زن ستیزی راحت بشن و اینها باید بگن حزب کمونیست کارگری این کارو میکنه، میتونه ما را آزاد کنه. ممکنه سوسیالیسم اصلا به فکرشون نرسه یا موافقش هم حتی نباشن و همینطور هست در مورد دیگه. میخوام بگم دو افق هست. یک افق فکر میکنه که من بهش میگم چپ غیر سیاسی، فرقه های ایدئولوژی، که فکر میکنه وقتی مسئله پیش میره که با نه تنها اپوزیسیون راست بلکه با همه دولت ها، با همه گرایشاتی که از خودش نیست، صف بندی کنه، آنتاگونیسته کنه، پولاریزه کنه، این نسخه انزوای چپه. و برعکس دیدگاهی هست که فکر میکنه وقتی میتونه پیروز بشه که هر کی که میگه سرنگونی، هر کی میگه آزادی، هر کی هر خاصی داره که ذره حق طلبی و عدالت خواهی و آزادی خواهی توش هست، بگه چپ ها نمانده من، بگه از حکومت کارگری نمانده من. این راهیه، این استراتژی که ما دنبال میکنیم و در پایه ترین صد تفاوت ها به نظر من با این میشه توضیح داد، تفاوت ما رو با اون چپ فرقه ای. مصطفی صابر همیشه تا الان اینطوری بود که طبقه کارگر انقلاب میکنه و انقلاب سوسیالیستی میشه، ولی الان به نظر میرسه در قطعنامه هم تاکید میشه که انقلاب همگانیه، یعنی کار همه مردم میان انقلاب میکنن و همه با هم، جنبش همه با همی میاد جمهوری اسلامی رو میندازه. خب این ربطش به سوسیالیسم چیه؟ هر که میاد، کسی که علیه اعدامه که لزوماً طرفدار سوسیالیسم نیست، یا کسی، یا زنان وقتی علیه حجابن مشخصاً طرفدار سوسیالیسم که نمیتونن باشن، آیا این به قول معروف آبریختن در سوسیالیسم حزب کمونیست کارگری نیست؟ بفرمایید. نه، برعکس، تنها راه واقعی
انقلاب سوسیالیستی. اولا انقلاب یه چیزی که کارگرا راش نمیندازن، یا این طبقه یا اون طبقه، یا این حزب یا اون حزب، یا این دولت یا اون دولت. انقلاب یه پدیده اجتماعیه که در مقطعی شکل میگیره و همه رو هم غافلگیر میکنه. انقلاب یه پدیده عینیه و اساساً انقلاب معنی کلاسیکش کل جامعه بر سر قدرت سیاسی با قدرت سیاسی موجود وارد کلنجار میشه و توده های وسیع مردم میان به میدون به شیوه انقلابی میخوان این قدرت سیاسی رو عوض کنن. انقلاب اینجوریه و دست کسی نیست. و بحث سر اینه که انقلاب سوسیالیستی هم باز یه همچه حالتیه، یعنی یک وضعیت اینجوری پیش میاد تو جامعه، پیش میاد مردم میخوان حکومت موجود رو بندازن، انقلاب میکنن. چی سوسیالیستیش میکنه؟ این شعارها، افق و چارچوبی که این انقلاب واسه خودش تعریف میکنه، رهبری سوسیالیستیش میکنه. و بحث حزب کنسکارگری دقیقا اینه که چجور این رهبری و این هژمونی رو تامین کنه. داره به چپهای غیر سیاسی ایدئولوژیک فرقه‌ای که متوجه این نیستن میگه که انقلاب مکانیزمای خاص خودش رو داره و مسئله مهم هژمونی در انقلابه. و هژمونی در انقلاب رو هم اینجوری میشه به دست بیاری که الان حمیدم توضیح داد، همین تقوایی، که شما بشین نماینده خواستهای مردم، خواستهای برحق مردم، نه الزاماً اون خواهان سوسیالیست باشه. هر کسی که خواست عدالت خواهانی داره و میخواد وضع رو عوض کنه باید نماینده پیگیر، خستگی ناپذیر و روشن و شفاف خودش رو در این کنسکارگری. مرسی همین تقوایی. شما میخوام توضیح، چون شما ارائه دهنده این قطعنامه به دفتر سیاسی هستید که مصوب دفتر سیاسی هم هست، اگه به شما بگن که انقلاب همگانی نیست، انقلاب یک طبقه میکنه، رهبری انقلاب دست یک طبقه است، کاری که شما میکنید از همه اخشار، از کسایی که اقلیت‌های دینی رو میخواد بیارید توی صف خودتون، تا گرفته تا زنان، تا کارگران، تا بقیه اخشار مختلف، اینو شما چطور توضیح میدید؟ ببینید این اصطلاح انقلاب همگانی باید یکم توش دقیق شد. انقلاب به معنی شرکت توده مردم، همه انقلاب ها همگانی هستن، هم از نظر تحلیلی هم از نظر تجربی تاریخی این یه واقعیت تثبیت شده است. من انقلابی رو نمیشناسم تو تاریخ که فقط یک طبقه اومده بیرون. مثلا انقلاب کبیر فرانسه انقلاب بورژوایی بود، به این معنی نبود که فقط بورژوازی تو خیابونه، اتفاقا لشکر عظیم دهقانان، رایا و توده مردم متوسط و زحمتکش شهری کارگران در شرکت داشتن. اونتا انقلاب بورژوایی بود به معنی که سیاستش، افقش، رهبرش دست یک طبقه بود. ببینید خصلت انقلاب و نام انقلاب رو اون افق، سیاست اصلی و رهبری انقلاب تعیین میکنه. به طور عینی انقلاب انقلابی است که حرکت میکنه علیه دولت، طبقه حاکمه. و امروزه به خاطر اون اقتصاد سیاسی که اول توضیح دادم که همه جای دنیا سلطه سرمایه برقراره و همه کوره دهار هم گرفته، هر انقلابی بالقوه سوسیالیستی است. هر انقلابی که بخواد تغییرات اساسی ایجاد کنه باید سوسیالیستی باشه دیگه، تحولات بورژوایی دموکراتیک نیست، چون با عقب ماندگی های فئودالی جای روبرو نیست که بگیم خب حالا یک حزب لیبرالی هم میتونه بالاخره یک رفرمای ایجاد کنه. حتی بورژوازی امکان رفرم رو هم نداره. داریم میبینیم رفرم های دولت رفاه و قرن بیستم رو در اروپا جمع کردن و هر روز بیشتر دارن میزنن، چه برسه به جوامعی مثل ایران. بنابراین اگر به طور عینی هر انقلاب سوسیالیستی است، در این تردید نکنید، یعنی اگه پیروز بخواد بشه باید سوسیالیستی باشه، باید تیشه بریشه سرمایه بزنه. و آیا سوال دوم اینه، آیا فقط کارگران ذینفعند در این حرکت؟ اینطور نیست. امروز یک اصطلاحی که جنبش اشغال 10 سال پیش مطرح کرد و اصطلاح کاملا عمیق و درستی هست، اصطلاح 99% هست. این به این معنی هست که اون 1% حاکم سابقه سرمایه داره، ولی 99% علیه اون طبقه همه کارگر نیستن. در جنبش اشغال در آمریکا مثلا علیه وال استریت، علیه ارتش، علیه کنگره آمریکا شعار دادن و اومدن گفتن مردم بعد خودشون امر رو به دست بگیرن و به خودشون گفتن 99%. این 99 سوال اینجاست، این 99% مردم چطور میتونن پیروز بشن؟ با افق، خط، رهبری سوسیالیستا، کمونیسم کارگری، کمونیسم رادیکال که تیشه به ریشه مسئله بزنه. انقلاب سوسیالیستی در یک کلمه بر سر هژمونی طبقاتی کارگر یعنی سوسیالیسم
بر بخش‌های مختلف جامعه است که به سطوح اومدن از سلطه سرمایه، نه تنها منافعی در سوداوری سرمایه ندارن، بلکه روز به روز بیشتر به خاک سیاه نشستن. در جوامع صنعتی غربی رو میبینیم، چه برسه به جوامع مثل ایران. به این معنا میخوام بگم که انقلاب سوسیالیستی همگانی است، به معنی که اکثریت عظیم جامعه سرمایه‌داری رو نمیخواد، نظام سرمایه‌داری نمیخواد، و رهبری طبقه کارگر باید این مبارزه رو سازمان بده، به پیروزی برسیم. اصغر کریمی، چرا اینا مهر کمونیستا باید روش بخوره؟ علیه اعدام، در دفاع از حقوق زن، در دفاع از حقوق اقلیت‌ها، این ویژگی چرا اگه حزب کمونیست کارگری کاملا مرزبندی نداشته باشه با راست، خب اینا همه به جیب جریانات راست نمیره؟ مهر اینا رو، اینا علی مبارزه علیه اعدام، مبارزه علیه مذهب، مبارزه علیه فقر و بیحقوق، همه معضلات جامعه امروز خیلی به درجه زیادی با حزب کمونیست، مهر حزب کمونیست کارگری خورده، به خاطر اینکه به طور واقعی حزب کمونیست کارگری پرچم مبارزه علیه اعدام رو بلند کرده، پرچم دفاع از حقوق کودک رو بلند کرده، قاطعانه علیه مذهب وایستاده، آوانسی نداده، امتیازی نداده و گفته این مردم این جامعه مذهبی نیست، مردم مذهب نمیخوان، حکومت مذهبی نمیخوان، حکومت آیت الله نمیخوان. من نمیشناسم حزب دیگه یا جنبش های دیگه که اینجور وایستاده باشن قاطع، برعکس احزاب دست لیبرال و نمیدونم یا بورژوا و یا سلطنت طلب و مجاهد و غیران یا با لچک و روسری اسلامی دارن ظاهر میشن، حکومت نوع معینی از حکومت اسلامی میخوان و یا آیت الله های خوب رو مورد حمایت قرار میدن، توقع دارن از یه بخشی از آیت الله ها حمایتشون کنه و اونام حمایت بکنن و طبیعیه. به این خاطر مهر از کمونیست کارگری رو خورده این مسئله. خیلی از جنبش ها، خیلی از مبارزات، خیلی از خواست های اختلافانی که امروز وجود داره، حتی در عرصه مسئله زن، ببینید کمونیست ها و مشخصا از کمونیست کارگری میخواد ریشه نابرابری و بیحقوقی زن رو بزنه، در نتیجه به طور عمیق و پایه‌ای و اساسی به اصطلاح نماینده جنبش راهی زن میشه. حزبی که جریانی که میخواد هنوز سرمایه‌داری رو نگه داره، یعنی سود کارفرما و سرمایه‌دارا رو نگه داره، سود 1% رو نگه داره و از منافع اونها حفاظت کنه، نمیتونه از آزادی بیان، آزادی بی قید شرط عقیده، آزادی اعتصاب کارگر و مردم حمایت بکنه، چون این دوتا در تناقض میافتن. به همون اندازه طبقات دیگه و جنبش‌هاشون آزادی خواستن که بنز در واقع که منافع طبقاتی خودشون نمایندگی میکنن، در نتیجه منافع اون طبقه ایجاب میکنه که تو سر کارگر بزنن، جلو آزادی رو بگیرن، به درجه بیحقوق، حتی اگر نتونن حکومت مذهبی بیارن، یه جور مذهب رو در حکومت شریک بکنن یا به هر حال حمایت بکنن ازش، نذارن ریشه های مذهب زیر سوال بره، چون اینا ایدئولوژیه که در واقع اون طبقه رو میتونه نگه داره. به این معنا حزب کمونیست کارگری تیشه به ریشه میزنه که امیر تقوایی هم توضیح داد، تیشه به ریشه نابرابری ها، تبعیض‌داد، مذهب و سرکوب ها، بیحقوقی ها، اعدام و سایر معضلات و مصائبی که امروز تو جامعه ایران وجود داره. به این دلیل میخوام بگم در این حال حزب کمونیست کارگری در به طور عینی در واقع این تفاوت رو با احزاب و طبقات دیگه داره. کاش جنبش های دیگه، کاش طبقات دیگه، کاش احزاب سیاسی طبقه ملی اسلامی و نمیدونم سلطنت طلب و غیره و غیره هم، کاش به اندازه ما علیه اعدام بودن، کاش به اندازه ما مدافع آزادی بی قید شرط بودن، مدافع حقوق زن بودن. اگه اینجور بود خب تفاوت ها میرفت یه جاهای دیگه، ولی به طور واقعی نیستن و هیچ بخش بورژوازی نمیتونه اینا نمایندگی بکنه. به این دلیل حزب میشه نمایند پرچم در واقع مطالبات بلند میکنه. مصطفی صابر، این قطعنامه میخواد چی بگه؟ یعنی وقتی همه این حرفا رو که میشنون، حرفای جدیدی شاید نباشه، بگن خب حزب کمونیست کارگری این رو خط حزب کمونیست کارگری همیشه بود. امروز اگه حزب بخواد با این قطعنامه دو کار بکنه چیه؟ بفرمایید. خب این قطعنامه اساسا داره یک متد و یک روش برخورد به اوضاع انقلابی، شرایط انقلابی و خطوط اصلی سیاست‌های حزب در اوضاع احوال انقلابی رو مطرح می‌کنه. قطعنامه نیست راجع به کل اوضاع سیاسی یا همه مسائلی که تو اوضاع سیاسی مطرحه. داره یک متد و جهت‌گیری رو مطرح می‌کنه که فوق‌العاده مهمه. خب آره، خیلی از نکاتی که این قطعنامه داره مطرح می‌کنه از نمیدونم شاید 20 سال پیش، از لاقل بعد از بحث حزب و جامعه و بحث سلبی اثباتی، اینا بحثایی که تو خود ما مفهومه سالها قبل و منصور حکمت اون وقت هم زنده بود، از اون وقت این نکاتی که الان تو این قطعنامه هست مطرح شده و بحث شده.
ولی الان اهمیتش در اینه که ما رسیدیم به یه شرایطی که باید همه این جهتگیری و این متدی که قبلا هم صحبت شده وسیعا پراتیک کرد، همه جانبه پراتیک کرد. این قدنامه دو کار مهم به نظرم، یک کار مهم با این قدنامه میشه کرد که همون کافیه. اگر به درست و همه جانبه پیگیر این قدنامه رو اجرا کنیم و پیش بریم، هژمونی حزب کمونیست کارگری در اوضاع سیاسی ایران میتونه تضمین بشه و این یه پیروزی شگرف واسه کمونیسم نه فقط تو ایران بلکه در سطح جهان است. همین تقوای شما چه انتظاری دارید از این قطعنامه؟ از فردا حزب کمونیست کارگری کاراش متحول باید بشه؟ چه جوری متحول بشه؟ چه کارهایی رو انجام بده و چه کارهایی رو انجام نده؟ بفرمایید. از نظر عملی همونطوری که توضیح داد اصغر مصطفی هم توضیح دادن، خب حزب رو این خط داشته کار میکرده، هنوز هم داره میکنه. کاری که این قدنامه میکنه این هست که میاد به اصطلاح یک خط روشنی، جهتگیری روشنی در تمایز از کمونیسم غیر کارگری علل عموم رو فرموله میکنه، مطرح میکنه، بیان میده، به اصطلاح یک موضع متدولوژیک، سیاسی، استراتژیک میده به اکتیویست های این خط که بتونن برن این خط رو تو جامعه توسعه بدن، چپ های دیگر رو به این فرا بخونن، کسانی که واقعا میخوان انقلاب ایران پیروز بشه و واقعا میخوان ریشه مسائل یعنی سلطه سرمایه‌داری در ایران از بین بره، باید به این متد مجهز بشن، مسلح بشن. این قدنامه در واقع شاید اینطور بتونم بگم، این قدنامه اون پراتیکی که حزب حالا داشته از بعد تاسیسش تا امروز، اون رو میاد تئوری، جهت، متدش رو فرموله میکنه، تبیین میکنه، بیان میکنه به عنوان شرط کسب هژمونی و رهبری و پیروزی انقلابی که الان در ایران جاریه. یعنی ضرورت و مبرمیتش از اینجا میاد که این انقلاب الان جلوی چشم ماست و همه دارن روش شماره میکنن که اتفاق خواهد افتاد، حتی مقامات حکومت. خب 10 سال پیش قبل از مثلا 88 یا در مقطع جنگ با ایران عراق این مبرمیت و این فوریت جلوی چشم نبود. این یک نکته از نظر واقعی عملی این قضیه مبرم شده، عاجل شده، روی میز اومده. از طرف دیگه پراتیک و سیاستی که از دنبال کرده، گرچه اینجا اونجا تو قدنامه‌های مختلف تو مقالات مختلف ازش حرف زده بود، لازم بود که در یک قدنامه منسجمی بیاد رؤوسش مطرح بشه، رؤوس متدولوژی و سیاست حزب برای کسب رهبری در انقلاب. به نظر این قدنامه وقتی کار خودشو کرده که اکتیویست‌های این خط انسان از حزب فراتره، یک چپ اجتماعی است که عملا داره همینجور کار میکنه تو جامعه، این اکتیویست ها به این تئوری، به این خط، به این استراتژی، به این متدولوژی مسلح بشن و اون رو راهنمود نه تنها کار خودشون قرار بدن، بلکه بقیه کسانی که واقعا میخوان جامعه آزاد بشه و رها بشه به این خط فرا بخورن. به نظر من عمل کرده به این یک شاخص عمل کرده به این قدنامه این هست که هرچه بیشتر اکتیویست هایی در جامعه که شریفن ضد جمهوری اسلامی هستند، منتها خودشون رو به هر دلیلی کمونیست و سوسیالیست نمیدونن، به این صف بپیوندن، بگن ما با این خطیم. در جد مثلا نویسنده ای که میخواد آزادی بی قیدشرط بیان و مطبوعات و قلم پیدا کنه، میتونه سوسیالیست هم نیست، میگه من سوسیالیست نیستم ولی با حزب کمونیست کارگری به خاطر اینکه در مبارزه علیه سانسور، علیه تفتیش عقاید، علیه سرکوب قلم و مطبوعات این خط و این سیاست رو داره نمایندگی میکنه و نه تنها موضع گیری میکنه بلکه در عمل تو خیابون حضور به هم میرسونه و اینو به پیش میاره. در عرصه‌های مثل علیه اعدام اتفاق افتاده، در علیه مبارزه علیه حجاب این اتفاق افتاده، در مبارزه برای حقوق کودک این اتفاق افتاده. یعنی حزب نشون داده که جلوی صفه با ابتکار خودش، با پرچم خودش جامعه رو بسیج کرده، باید این گسترش پیدا کنه در عرصه‌های مختلف و به نظر این یک شاخص عملی شدن و پیشبرد عملی این قدنامه هست. اصغر کریمی، وقتی کسی این قدنامه رو همه رو با هم بخونه امکان داره دچار گیجی بشه، یعنی بگه که این چجوریه. شما یه طرف در این قدنامه اشاره میکنه که جنگ اساسی ما با طبقه حاکمه، ولی همونجا فوراً این اضافه میشه، میگه که یک جزء مهم تامین هژمونی سوسیالیستی افشای پیگیر مماشات و سازشکاری نیروهای راست به حکومت است. خب شما اگه مبارزتون با حکومته چرا دوباره به راست گیر دادید؟ بفرمایید. خب این اتفاقا مکمل هم هستن این نکات.
میگه باید با جمهوری اسلامی نوک تیز حمله باید متوجه جمهوری اسلامی باشه، باید جامعه رو متحد کرد و بسیج کرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی. هر کس که هر گوشه ای از یک خواست عادلانه و آزادی خواهانه رو داره میخواد و میخواد این حکومت از بین بره، باید ما حزب کمونیست کارگری بتونه اینا رو متحد کنه. و از یه طرف میگه تمام نیروهایی که موانع جلو پای مردم ایجاد میکنن، راه سازش رو جلو پای مردم میذارن، ناپیگیر هستن و یه جا توی یه ایستگاهی بالاخره یه موقع خاتمه میاد رو کار، میگن خب الان شاید بشه دیگه تغییر دیگه به کعبمون رسیدیم، شاید بشه از سه خاتمی تغییراتی بیشتر ایجاد کرد. یه عده میگن حالا منتظریم ترامپ بیاد جنگی رو تحمیل کنه یا یه کاری بکنه بلکه اوضاع عوض بشه. یه عده میگن از طریق رفراندوم و یه راه حل دیگه. حزب کنسکارگری دائم باید اینا رو افشا کنه، بگه مردم گوش ندین به این حرفا، رو پای خودتون با انقلاب خودتون میتونین برین جلو. به این معنا باید اونا رو افشا کرد. یا ارزش‌های اساسی که و ایدئولوژیشون موقعی که از ناسیونالیسم، از قوم‌پرستی، از مذهب دفاع میکنه، اینا موجب تفرقه و میشه بین مردم. ارزش‌های در واقع سیاسی و انسانی اون جامعه رو میاره پایین. حزب کمونیست کارگری به این معنا باید توی سطح خیلی بالای وایسه، اون ارزش‌های عمیق انسانی رو نمایندگی کنه و در این حال از نظر سیاسی اون موانع، اون خط سازش‌ها، اینا رو دائم و دائم افشا کنه تا بتونه یه انقلاب عظیم و اساسی بره که بتونه به ریشه بزنه و ریشه مصائب و مشکلات مردم رو حل بکنه. بله مصطفی صابر، یه سوال دیگه تو همین چارچوبه. ببین حزب کمونیست کارگری خیلی به مدرنیسم که محصول غربه، الان تو خیلی از کشورهای غربی خودشونو مدرن میدونن، سیستم سیاسیشون، برخوردشون با مذهب، هرچی، یا به حقوق جان شمول انسان توی همین قطعنامه بازم اشاره میکنه. هدف چیه؟ اینقدر نزدیکی به غرب و با آرزوها و امیال و دستاوردهای غرب، میخواد به دولتهای غربی پیامی بده که ما دشمن شما نیستیم و کمرنگ بکنه اون ضد سرمایه‌داری بودن و که بتونه به اصطلاح قدرت رو بگیره و دوام بیاره؟ بفرمایید. آه، در چند جنبه مطرح. اولا سوسیالیسم یه موضوع غربیه، از شرق، از مانی و مزدک و اینا نیومده. سوسیالیسم به اصطلاح عروج سیاسی طبقه کارگر صنعتی نوینه که بعد مارکس و انگلس فرمولش میکنن و این کاملا غربیه. تمام دستاوردهای مهم بشریت امروز در غرب اتفاق افتاده و جایی که کارگرها اومدن جنگیدن و این حقوق گرفتن. من میخوام بگم غربی در این حال برای من مصادف کارگریه، مصادف کمونیستیه. و ببینید وقتی شما حق رأی رو نگاه کنید، حق رأی رو کارگرها گرفتن از تو انگلیس، انقلاب انگلیس رو میگن مهد دموکراسی و انتخابات و مجلس و اینا، ولی حق رأی اونجا با جنبش چارتیستا که تازه اونم حق رأی مردا بود و بعدم جنبش زنان که حق زنان هم گرفت و اینا، میخوام میگم حق رأی محصول مبارزه کارگرها و کمونیستاست. این که شما 8 ساعت کار میکنید محصول مبارزه کارگرها و کمونیستاست. این که شما آزادی بیان دارید اینا محصول کار، اساسا محصول کار فعالیت کمونیستا و کارگر. حزب کمونیست کارگری روی این ارزش هاست، ارزش کارگر صنعتی نوین که خب از انقلاب صنعتی تو غرب شروع میشه. ما اصلا نماینده این طبقه ایم، چه تو ایران چه تو سطح جهانیش. در نتیجه ما شدیداً حزب غربی هستیم و هیچ تعلقی به مناسبات ما قبل سرمایه‌داری که حالا خب شرق با این شناخته میشد دیگه، اون وقت که انقلاب صنعتی میشد توی غرب، شرق هنوز داشت دهقان بود و داشت با چه میدونم گاواهن شخ میزد و اینا. ما تعلق به این چارچوب نداریم. خب ارزش‌های فرهنگی هر اجتماعی از 2000 سال 10000 سال پیش تا حالا چیزای ارزشمندی تو شرق هم هست، اونجا جای خودش. ولی تا اونجایی که به روش زندگی و به دنیای مدرن برمیگردیم، ما کاملا مدرنیست هستیم، کاملا غربی هستیم و هیچ تعلقی به فرهنگ خودی و عقب موندگی خودی نداریم. بله، همین تقوایی اگر و اسقر کریمی، اگر خیلی کوتاه اگر روی این نکته ای دارید، چون من گفتم دولت‌های غربی نماینده جهان شمول بودن حقوق انسانن چون از غرب اومده، اگر ممکنه روی اینم توضیح کوتاهی بدید بریم سوال بعدی. تا اونجایی که به دولت‌ها مربوط میشه اینطور نیست. خود قدنامه میگه این پیشرویای غرب رو دولت‌ها نمایندگی نمی‌کنن. الان مصطفی صابر هم توضیح داد. بله. قبل از هر چیز طبقه کارگر نمایندگی، بله، حق رأی زنان هم که الان مصاحبه شده شرکت بعد از انقلاب اکتبر تازه کشور صنعتی غربی بهش رو آوردن. اولین جایی که حق رأی زنان رو به رسمیت شناخت تمام کمال
بعد از انقلاب اکتبر روسیه شوروی بود. میخوام بگم به این معنا غربیه. مثلا من میخوام یک معنی سیاسی هم بگم. ببینید یک در قرن 20 در کشورهای جهان سومی مثل ایران یک نوع به اصطلاح چپ کمونیسم شکل گرفت که شرق زده بود، که ارزش‌های خودش رو در مقابله با امپریالیسم و دولت‌های استعمارگر و دولت‌هایی که تحت سلطه قرار گرفته بودن قرار داده بودن، انقلاباتی شکل گرفت در این جوامع. چون انقلاب اکتبر پیروز شده بود، خب این انقلابات به اسم مارکسیسم و به اسم کمونیسم خودشون رو معرفی کردن، ولی اساسا انقلاب بود علیه سلطه بیگانه. و اون وقت سلطه بیگانه هم شد غرب با تمام ارزش‌هاش، فرهنگش، هنرش، فلسفهش، همه چیز. و یک نوع کمونیسم شرق زده ایجاد شد که در ایران خب بود، همه جای دیگه هم بود و هنوز هم ادامه داره. بنابراین مهمه که ما در واقع برگردیم یادآوری کنیم که سوسیالیسم از غرب، هنر، فلسفه اساسش در غرب اتفاق افتاده. جغرافیایی نیست، اونجا انقلاب صنعتی قبل از هر جای دیگه دنیا شده، علم قبل از هر چیز پیشرفت کرده، رنسانس در غرب اتفاق افتاده، جنبش روشنگری در غرب اتفاق افتاده، انقلابات صنعتی اونجا قرار گرفته و غرب این دستاورد داره. این نکته هم بگم، همه دنیا الان از تکنولوژی که ریشش غربه داره استفاده میکنه و غیر از اون تصورش ممکن نیست. بله. از برق و کامپیوتر و اتومبیل بگید، همین تکنولوژی که من و شما داریم صحبت میکنیم ریشش از غربه. سوال اینجاست کدوم فلسفه، کدوم فرهنگ، کدوم هنر، کدوم دیدگاه و فضای سیاسی و فکری باعث شده که این دستاورد تکنولوژیک الان همه دنیا رو فرا بگیره؟ این شرق زده دستاوردا رو میگیرن، وقت با کامپیوتر مثلا داعش میره علیه ارزش‌های غربی یک جنبش ارتجایی به راه میندازه. بله. من میخوام بگم ما کمونیست‌ها نه تنها هیچ کمونیست‌ها، یعنی نه تنها هیچ شباهتی قرابتی به اون چپ شرق زده نداره، بلکه علیهش هستیم. و کمونیسم مدرن امروزی پرچمدار آخرین دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، فکری، فرهنگی و هنری غرب. بله. اسخر کریمی، یه برخورد غیر خصمانه با دولت‌ها در این قطعنامه مطرح شده که باید اینطور به نظر برسه یا جامعه ببینه، به درست ببینه که حزب کمونیست کارگری با دولت‌های غربی برخورد خصمانه نداره، یا شعار مرگ بر آمریکا تا قدس، نمیدونم همون شعارهایی که همه میدن مثل جمهوری اسلامی نیست. مگه همین دولت‌های اروپایی طرفدار بردگی مزدی در تمام دنیا نیستن که برخورد غیر خصمانه حزب کمونیست کارگری میگه؟ مگه طرفدار حفظ همین نظام جمهوری اسلامی نیستن؟ بازم ما رو به این میرسونه، چرا حزب کمونیست کارگری که حزب معروفیه و طرفدار بسیار زیادی داره، محبوبم هست، وارد این فاز میشه؟ چرا؟ ضرورتش چیه؟ بزنید دو سه نکته رو توضیح بدم. اولا تا اونجایی که دولت ها زیر دست فاقد بال جمهوری اسلامی رو میگیرن و نگهش میدارن، بخشی از همون موانع پیشروی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و حزب کمونیست کارگری قاطع ترین فعال ترین نیروی سیاسی تو صحنه بین المللی بوده، واسه اینکه این دولت ها رو افشا کنه، وادارشون کنه که جمهوری اسلامی رو محکوم کنن. تو میان افکار عمومی در واقع واقعیت جمهوری اسلامی رو افشا کرده و توضیح میده که چجوری دول غرب مانع مردم ایران هستن، مقابل مردم ایران هستن. این کار ما میکنیم و افکار عمومی رو سعی میکنیم اساسا بسیج بکنیم که در مقابل دولت ها وایسن که نتونن سازش بکنن با جمهوری اسلام. این نکته دیگه این که جهت این نکته که تو قطعنامه اشاره کردین در واقع همون پراتیکی، همون شعارهای، همون در واقع دیدگاه درستیه که به شکل خامش گاهی و گاهی به شکل روشنش تو مبارزات امروز مردم وجود داره. مردم میگن، همش میگن آمریکا دروغ میگن، آمریکاست دشمن ما همینجاست. مردم میگن من میخوام جمهوری اسلامی بنزم تا راحت بشم، حالا آمریکا رو بذار مردم آمریکا هر وقت تونستن برام بنزن. حزب کمونیست کارگری و مردم ایران که نمیتونن دولت انگلیس و دولت فرانسه و دولت آلمان و دولت نمیدونم برزیل و آرژانتین و آمریکا اونا رو عوض بکنه، میگن ما باید سعی کنیم یک کاری بکنیم اونا رو خونسا کنیم، کنار جمهوری اسلامی نباشن، حتی مجبورشون بکنیم یه جور فشار سیاسی به جمهوری اسلامی بیارن، بایکوت سیاسی بکنن جمهوری اسلامی رو، و ما به درجات زیادی موفق بودیم.
در عرصه اعدام، در عرصه زندانیان سیاسی، عرصه علیه شکنجه کاری کردیم که خیلی از دولت‌ها و نهادهای مثل امنستی و یه سری نهادهای بین‌المللی عملا مجبور شدن تن دادن بعضن به این خواستای ما و فشارهای سیاسی رو به جمهوری اسلامی بردن. میخوام بگم مردم دارن همین کارو میکنن. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو مردم میگن سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن. ما میگیم ما حزب کمونیست کارگر بیاد سر کار. از همین الان میخواد به مردم این تصویر رو بده که سر جنگ با دنیا نداریم. ما میخوام رفاه، آزادی، برابری، امنیت، یک جامعه سعادتمند و خوشی رو برای جامعه ایران برنامه بیاریم که خواسته 99% مردم ایرانه و میخوام این تصویر رو بدیم که حزب کمونیست کارگر بیاد رو کار، باز پرچم آمریکا آتیش بزنه و با همه دنیا در بیفته و حالا نیرو مسلح بفرسه عراق و بفرسه افغانستان و این شعارا رو بده. نیست، مردم خیالشون راحت بشه. مردم نمیخوان، مردم خسته شدن و نمیخوان. کار مردم هم نیست، کاری هم نمیتونن، تو سطح بین المللی هم نمیتونن نظام ها رو عوض کنن. مردم باید بتونن جمهوری اسلامی رو عوض کنن و باید اینو تو بشری حزب کمونیست کارگری بدونن که حزب کمونیست کارگری حزب ساز مسئوله، یه حزب هوشیار، میتونه یه نیروی رو کنترل کنه. یک جمله رو فقط بگم، یه خواستایی رو به احزاب و طبقات و جنبش‌های دیگه تحمیل بکنه که وادار بشن تن بدن بهش و در این حال میتونه نماینده اتحاد مردم باشه واسه انداختن جمهوری اسلامی، همه در واقع مبارزه رو علیه جمهوری اسلامی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی. دو تا سوال برام مونده و خب این وقت میگیره. مصطفی صابر، مسئله تماس با دولت‌ها و دیپلماسی بازم تو این قطعنامه مطرح است. حزب تو این زمینه کم و بیش فعال بوده، ولی برجستگی این تماس با دولت‌ها میتونه دولت آمریکا باشه، میتونه دولت اسرائیل باشه، میتونه همه دولت‌ها باشه. در این رابطه تاکید قطعنامه سر این تماس چیه؟ بفرمایید. خب قطعنامه این بحث داره که با ما تو چارچوبه سیاستی که توضیح دادیم با دولت‌ها هم اگر بیان تماس بگیرن، با ما بخوان تماس داشته باشن، ما هم باشون تماس خواهیم داشت و ما شرایطی هم داریم واسه این تماس. توی قطعنامه های دیگه‌ای گفته شده و برای مثال باید علنی باشه، باید بی قید و شرط باشه و خب ما در اختیار مردم قرار میدیم اون تماس و گفتم باید علنی باشه و تو همون قطعنامه البته میگه با دولت‌های اسلامی و اینها ما این تماس رو برقرار نمی‌کنیم. تو این قطعنامه بس اون نیست طبعاً، ولی در هر حال اینجا تو این قطعنامه داره صحبت این رو میکنه که حزبی که میخواد بیاد نماینده مردم باشه در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و هژمونی به دست بیاره، طبعا این حزب آنچنان اهمیتی داره که با احزاب و دولت‌های دیگه هم وارد مناسبات میشه. بله. و چارچوب این مناسبات طبعا همونطور که گفتم همین تقوی. ببخشید چون وقت کمه، من یه ذره دارم چیز تو حرفتون میام، ببخشید. همین تقوایی، این خطابش به داخل حزب یا بیرون حزب؟ چون هیچ که در جامعه که کسی بعدش نمیاد یکی از اپوزیسیون بره با دولت آمریکا حتی با پمپو اینا بشینه ملاقات کنه. هدف از این رابطه دیپلماتیک یا تماس با دولت ها اینجا چیه؟ بفرمایید. ما قدمه رو برای داخل حزب که صادر نمی کنیم، قدمه رو به جامعه است. الان هم منتشر شده، الان هم تیم برنامه داریم ازش صحبت میکنیم و باید بازش کنیم، توضیحش بدیم. این میخواد حزب و هر کسی رو که هر کسی که خودشو مبارز اصلا تو ایران میدونه علیه جمهوری اسلامی، میگه یک جنبه فعالیت های ما باید این باشه که جمهوری اسلامی رو منزوی کنیم در کمپ خودش. این هم باز کمونیسم سیاسی اینطور فکر میکنه. کمونیسم ایدئولوژیک با همه سرمایه‌داری دنیا میخواد سر جنگ داره و این یعنی هیچ کاری نکردن، یعنی فقط موضع گرفتن. مثلا بهش میگیم ایدئولوژی، یعنی از نظر ایدئولوژیک ما با سرمایه‌داری از آمریکا و انگلیس و آرژانتین گرفته تا ایران و عربستان و غیره مخالفیم، با همینا مخالفیم. ولی حزب کمونیست کارگر ایران میخواد یکی از این جبهه‌های سرمایه‌داری، یعنی در جامعه ایران رو از بورژوازی اونجا خلعیت کنه، حکومتشو بندازه، نظامشو ضرور کنه، سوسیالیسم رو برقرار کنه. خب تاکتیک شما چیه؟ آیا میرید با همه دنیا میجنگید که همه دنیا رو با هم عوض کنید، یا میخواهید اول در یک جامعه که بهش میگن ایران قدرت سیاسی رو بگیرید و اون موقع اتفاقا تاثیرات خیلی اساسی تری بر بقیه دنیا هم خواهید گذاشت؟ طبعا هر کمونیست سیاسی میگه راه دوم انتخاب میکنم، راه اول پوچه، به جا نمیرسه. فقط فرقه هایی که روی کاغذ و لفظی علیه بورژوازی اعلام جنگ میدن، اونا میتونن راضی باشن.
ولی کمونیسم دخالتگری که میخواد تو زندگی واقعی مردم تغییر ایجاد کنه و سوسیالیسم همین امروز در یک گوشه از دنیا پیاده کنه، نمیتونه این خط رو داشته باشه. بنابراین اساس این مسئله دیپلماسی این هست، منزوی کردن جمهوری اسلامی توی کمپ خودش، یعنی سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری جهانی، پزشکان بدون مرز، دولت‌ها، احزاب و همه کسایی که ادعای حتی حقوق بشر دارن، ادعای دفاع از انسانیت دارن، باید رفت تحت فشارشون گذاشت بگیم این حکومت جمهوری اسلامی رو نباید به عنوان حکومت ایران به رسمیت بشناسید. این نماینده مردم ایران نیست، این قاتل مردم ایرانه، به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمش کنید. نباید دیپلماسی باش داشته باشید، مناسبات باش داشته باشید. ما مخالف تحریم اقتصادی هستیم، ولی به همون اندازه هم مخالف روابط دیپلماتیک سیاسی با یک حکومت هستیم که دستش به خون مردم ایران آلوده است. نباید این به رسمیت شناخته بشه. به این معنا این یک تاکتیک موثر برای کمونیسم دخالتگری که میخواد تو ایران از بورژوازی ایران خلیت کنه و سوسیالیسم به پیروزی برسونه. اساس این اون بندی که راجع به دیپلماسی صحبت کرده، اساسش این هست که باید ما بتونیم جمهوری اسلامی رو در دنیا منزوی کنیم از نظر سیاسی کاملا. یک سوال دارم و 5 دقیقه 4 دقیقه هم وقت نفر یک دقیقه توضیح بدید. مصطفی صابر، انتظارتون از درون و بیرون حزب در رابطه با همین قطعنامه، همین جهتی که حزب تصویب کرده چیه؟ بفرمایید. به نظرم این قطعنامه داره خطاب به چپ اجتماعی و فعالین چپ اجتماعی میگه که راه پیروزی کمونیسم در ایران در شرایط انقلابی و در برخورد به انقلاب چی است. و من انتظارم اینه که مورد توجه این فعالین چپ اجتماعی قرار بگیره و پراتیک بشه، یعنی روی این چارچوب، روی این خط بریم سراغ جامعه و توده وسیع مردم رو پشت اوتوریته کمونیستا و کمونیست کارگری بیاریم. اصغر کریمی، شما به نظر من همینجور که مصطفی صابرم گفت، خب یه بچه‌ش همین تقوایی باز کرد که چجوری هر کس که حقوق زن رو میخواد به رسمیت شناخته بشه یا میخواد حکومت مذهبی نمیخواد یا هر خواستی داره خود بگه که من ممکنه با کلیت حزب کمونیست کارگری موافق نباشم، ولی این حزبیه که به نظر میاد بیاد سر کار، خواست منو به بهترین نحوی برآورده میکنه، حزب مسئولیه، حزب هوشیاریه و به این معنا هر کسی که خواست داره نزدیک باشه بشه به حزب کمونیست کارگری. منتها یه بچه دیگه‌اش رو به چپ اجتماعی که همینجور گفتم دارن همین بحثا رو به نظر من امروز عملی میکنن. این قطعنامه به نظر من باید مورد توجهشون قرار بگیره، کمک میکنه که عمیق‌تر، فرموله‌تر و منسجم‌تر در واقع این خط رو برن جامعه. تو این قطعنامه به درجه که جا بیفته تاثیر میذاره رو همین جنبش‌های موجود، رو اعتراضات موجود که بتونن سیاسی‌تر کار کنن، فعالین نماینده اتحاد بیشتری باشن و واقعا هم همین جور هستن. به این معنا قطعنامه داره فعلاً اونا رو در شکل وسیع داره نمایندگی و خوبه که مورد توجهشون قرار بگیره، کمک می‌کنه مبارزات جاریش. 2 دقیقه امید تقوایی، انتظارتون از درون و بیرون حزب کمونیست کارگری در رابطه با این قطعنامه چیه؟ من انتظارم به کلی میگم دیگه درون و بیرون یکسانه به نظر من. از این نقطه نظر به این معنا که به نظر من هر کسی در ایران خودشو کمونیست و مبارزه راه سوسیالیسم و مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری میدونه، این قطعنامه رو باید به عنوان متد و پرچم و استراتژی خودش راهنمود فعالیتش قرار بده. این قطعنامه باید بتونه یک چپ معترض، عمیقا ضد جمهوری اسلامی، سازش ناپذیر علیه جمهوری اسلامی، علیه هر نیرویی که با جمهوری اسلامی به هر درجه میخواد سازش کنه، میخواد تخفیف بده، میخواد ایستگاه بین راه تعریف کنه، میخواد به مردم بگه تمام شد، برید خونه، الان دیگه کارا درست شد، میخواد سپاه پاسداران رو نگه داره، روحانیت خوب رو نگه داره، بدو بذاره کنار، زدن دوتا آیت الله رو به معنی سرنگونی میخواد معرفی کنه. علیه اینا باید بیسته و نه فقط جنبش کمونیست و چپ، همه اکتیویست هایی که میخوان از این وضعیت راحت بشن، میخوان از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، باید به طور منسجم، پیگیر و ادامه داری این خط رو دنبال کنن. ببینید تحولات زیر و رو کنده ای در راه در جامعه ایران، آبستن طوفان های شهیدی از اون جامعه و در این طوفان ها ممکنه فعالین، کسانی که خیلی هم نیت خیلی دارن، کمونیستن، چپن، راه رو گم کنن، منزوی کنن خودشونو، به دامن فرقه های ایدئولوژیک بیفتن و یا از اون طرف برن با سازشکاران
کنار هم بیستن. این قدنامه داره میگه راه درست و رادیکال چیه؟ یک کمونیسم سیاسی فعال دخالتگر، نه فقط در جنبش کارگری، در همه جنبش های حق طلبانه باید سر بلند کنه، خودش رو نشون بده، حضور خودش رو اعلام کنه و پیگیر این خط رو ادامه بده. من نمیگم با یک قدنامه همین اتفاقا میفته، ولی این قدنامه یک گامی هست در این جهت و حزب ما با تمام نیروش و در همه عرصه ها سعی میکنه این پرچم رو برافراز نگه داره و همه نیروهای کمونیست چپ رو به زیر اون فرا میخونه. خیلی ممنون حمید تقوایی، اصغر کریمی و مصطفی صابر، مرسی که در برنامه ما شرکت کردید. بله بینندگان عزیز، میزیگردی داشتیم در رابطه با قطعنامه مبانی سیاست حزب برای تأمین رهبری انقلاب و کسب قدرت سیاسی. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.